بسم الله الرحمن الرحیم. این است انسان، فلسفه اراده، هنر از میان برخاستن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 53. ده، سیاست، مدیریت. سخن و اندیشه و عملکرد انسان درباره اخلاق به مانند واکنش زنبور عسلی است که در عسل خود به دام افتاده و بال بال میزند تا از آن رها شود. انسان به میزانی که مبتلا و مقید به اخلاقیات است و به آن علاقه و تعهد باطنی دارد، به همان میزان بر علیه بنیادهای آن در ستیز است و میل به فراسوی نیک و بد دارد، نه به مادون آن. نیچه در تاریخ جدید یک نمونه کامل و مشهور است. قدیسوار زیست و بنیاد قداست را برکند، زیرا به بنیاد آن رسیده بود. رجعت به اخلاق حیوانی کاری سهل و ممتنع است، زیرا بشر خواه ناخواه تا کمرش در آن فرو رفته است و می تواند به کلی در آن غرق شود. مسئله برآمدن است در همه حال و نه فرو رفتن. ثقل وجودی انسان خواه ناخواه آدمی را در جمادیت که بنیاد حیوانیت است فرو می کشد. نبرد خردمندانه و جدی و بر اساس خیزش انسانی بر علیه اخلاق نیک و بد همواره به ریشه های مستحکمتری از این اخلاق رسیده است. ریشه هایی که گویی عین ذات است و براندازی این اخلاق گویی براندازی ذات انسان است. کاوش متعهدانه اگزیستانسیالیزم در اخلاق قدیم که منجر به نیهیلیزم شد، نه تنها به براندازی فلسفی اخلاق منتهی نشد، بلکه در ورطه این نیهیلیزم بود که ذات اخلاقی انسان بیش از هر زمانی آشکار گردید و همچون رازی آشکار و در ورای چون و چرا پیش روی باقی ماند. سارتر که در رأس این نهضت به ظاهر ضد اخلاقی قرار داشت، نهایتاً فقط به تفسیر جدید از اخلاق رسید و نه به نفی اخلاق. منتها وی اخلاق خلاق و انسانی را فقط به واسطه آزادی میسر و ممکن دانست که درست هم هست، وگر نه به ریا می انجامد که نخستین اصل ضد اخلاقی می باشد. زیرا صدق و راستگویی اصل اولین اخلاق نیک و بد در همه مذاهب جهان است و جوهری فرهنگ ادعایی ملل را تشکیل می دهد و گوهری فطرت انسانی نیز می باشد. انسان به میزانی که در بند است مجبور به دروغ و ریا می باشد، یعنی به سوی شر کشیده می شود، یعنی از امر اخلاق سرپیچی می کند. ولی چون این انسانی این مخالفت با امر اخلاق را مصلحت می نامد و یا سیاست می خواند که به واسطه آن زندگی روزمره اش را تدبیر و مدیریت می نماید تا شیرازه اش گسسته نگردد. یعنی چه؟ یعنی این که اولا نیازهای حیاتی و حیوانیش تأمین شود و سپس رسوا و مطرود نشود و در نظرها همچنان مقبول باقی بماند تا بتواند به حیات حیوانیش ادامه دهد. پس مبدع و معاد این مصلحت و سیاست و مدیریت همانا بقای حیوانی می باشد در درجات گوناگون. گویی که اطاعت از امر اخلاق طبعاً حیات حیوانی بشر را در خطر قرار می دهد. گویی زنده ماندن ذاتاً در تضاد با انسان ماندن است، اخلاقی ماندن. آیا اخلاق و حیات در تضادند؟ آیا حیوان دو پا دشمن ظهور انسان و انسانیت است؟ آیا سیاست محصول همین تضاد نیست؟ آیا دروغ مصلحتی که نخستین اقدام بر علیه اخلاق می باشد معلول این تضاد نیست؟ دروغ مصلحتی نطفه سیاست و مصلحت و مدیریت است و این همان واسطه‌گری و دلالی انسان در اجرای امر روح در تن می باشد و نوعی حق حساب گرفتن محسوب می شود. رشوه خواری. انسان می خواهد جریان ارقای امر روح در تن را تغییر و تبدیل نماید و بروز روح از تن را تدبیر کند.
و در احاطه اراده خدا آورد و چون نمیتواند مجبور به دروغ و ریا میگردد و آنچه که سیاست و مدیریت و رهبری نامیده میشود در هر سطحی که باشد محصول همین تلاش مذبوحانه است که در روابط خانوادگی مصلحت نامیده میشود و در روابط اجتماعی هم سیاست خوانده میشود که هر دو ماهیتاً یکی است. و می‌بینیم که در همه جا همواره هر مصلحتی تبدیل به شر و خیانت می‌شود و هر سیاستی محکوم به رسوایی و جنایت است و به هر حال ناکام می‌گردد. ولی این ناکامی تجربی و عقلانی شده هرگز مانع از این نشده است که بشر دست از سیاست و دروغ بردارد، هرچند که می‌داند نهایتاً رسوا می‌شود و زحماتش برباد می‌رود. گویا بشر مجبور به این کار است. انسان در میان نشسته انسانی جبران ریاکار است، یعنی سیاسی است و سیاست سنت و مذهب اوست و حتی مذهبش تماماً بر مصلحت و سیاست و تزویر است. اخلاق سیاسی، اخلاقی که خیرش از شرش می باشد و در شرش شر کمتری نهفته است و چه بسا خیرش آشکار می شود. یعنی خیر و شر در اخلاق سیاسی در حکم نقابی نسبت به همدیگر می باشند. در اخلاق سیاسی به طور عمدی و آگاهانه خیر و شر خلیفه و جعل همدیگرند. خیر آدمی را دعوت به قناعت و صبر و تحمل ضعف و فقر می نماید و به عکس شر هم انسان را دعوت به قدرت می کند. قدرت در میان ماندن و مانع اتحاد روح و تن شدن. و اصلا قدرت مادی چیزی جز قدرت ممانعت ظهور روح در تن نیست. ولی اخلاق سیاسی حتی می خواهد از قدرت معنوی خیر در جهت این ممانعت استفاده نماید و خیر را بر علیه خیر به کار گیرد. روح را بر علیه روح. براز شکست هر سیاستی از همین نکته است، زیرا دقیقاً در جریان بکار گرفتن روح بر علیه روح است که امر روح در تن آشکار می شود و این همان سیاست روح بر علیه سیاست بشر است. مکر خدا بر علیه مکر انسان، مکری که نهایتاً به نفع انسان است و زمینه از میان برخاستن را تقویت می کند. باز هم متذکر می شویم که روح و تن دو سر و دو قطب جریانی است که وجود انسان نامیده می شود و لذا دوگانه و بلکه متضاد دانستن این دو سرمنشأ سیاستگرایی و مکر و ریا و کفر است. انسان آن جریانی است که روح از طریق او به تن می رسد و تن در روح رخ می نماید و به میزانی که بر حقیقت وجودی خود آگاه می شود تسلیم می شود و ایجاد زحمت نمی کند. و شیوه ایفای نقش انسان در این رابطه همانا سازنده شخصیت و هویت و سرنوشت اوست که به طور کلی میتوان چهار شیوه را که چهار مرحله از تکامل و خلقت انسانی بشر است نام برد: در میان نشستن و میل به ماندن ابدی در این میان، در میان بودن ولی میل به برخاستن. جریان برخاستگی و چهارمی هم انسان از میان برخاسته است که انسان کامل نام دارد. اولی یک دلال حرفه‌ای در این رابطه است و زیستن او همانا حق دلالی گرفتن در رابطه می باشد که اکثراً از این نوع می باشند. دومی به پایان دلالی رسیده است و می داند که باید دست از این روش زندگی بردارد ولی نمی تواند و درمانده گردیده و نهایتاً به پوچی می رسد. سومی انسانی مستمرن در حال تغییر و انقلابات درونی و رفتاری است و مشغول نفی هویت‌های خیش می باشد و به نوعی خود براندازی آگاهانه و عمدی مشغول می باشد و لذا در جامعه فردی منزوی و مطرود می گردد. و چهارمی انسان خاموش و تنها و بی‌نیاز است و به قراری جاودانه رسیده است
و این چهار نوع کلی از اخلاق است که چهارمی در ورای آن قرار دارد، زیرا خلقتش کامل شده است. سیاست و مدیریت مربوط به انسان نوع اول می باشد، انسان محافظه‌کار، انسانی که ضد هر تغییری بنیادی است، ضد انقلاب است. دومی انسانی انقلابی است ولی راه و روش انقلاب را نمی داند. سومی در حال انقلاب کردن است، انقلاب پیگیر و فرارونده. و چهارمی خود را برانداخته یا بیرون انداخته و رستگار و آرام گردیده است و اخلاق نیک و بد در هر یک از این مراحل کاربرد و سیمایی به کلی متفاوت دارد و چهار مرتبه از اخلاق محسوب می شود. در اولی کلن ریایی می باشد، در دومی ریا به رسوایی کشیده شده و جبرن کفر و عداوت با اخلاق رخ می نماید. در سومی برای نخستین بار اخلاق به محک عملی صادقانه زده می شود تا بنیاد توحیدیش لمس و درک گردد و در این تجربه نهایی است که امکان برخاستن کامل پدید می آید و بنیاد هر سیاست و مصلحتی برکنده می شود، زیرا حقیقت در عرصه ظهور قرار گرفته است و همه پرده ها را می درد و همه در میان نشستگان را رسوا می سازد. انسان نه تن است و نه روح و نه مخلوط و محلولی از این دو. این واقعیت اساساً در کلیه امیال و اعمال روزمره کاملاً محسوس و مفهوم است. با نظری دقیق به خیشتن معلوم و محسوس می گردد که هر کسی نه احساسات و امیال و غرایز خیشتن است و نه اندیشه ها و آرزوها و اعتقادات خیش است و نه گفتار و کردار خیشتن است و نه علم و هنر خیش است، همانطور که اساسیه و اموال و شغل و شهرت خیش هم نیست و از همه مهمتر و بنیادیتر حتی اراده خیش هم نیست. انسان اگر این چیزها باشد، بایستی از مبدأ تا معاد و در کل جریان این چیزها اراده و احاطه و آگاهی کامل داشته باشد که می دانیم هرگز ندارد و حتی صاحب ارادی خیش نیست، بلکه اراده صاحب اوست. انسان با تمام وجود احساس و درک می کند و تجربه می نماید که همه اینها جمعاً نیز ربطی به وجود انسانیش ندارد و بلکه وجودش را احاطه نموده و تصاحب کرده است و به کار گرفته و تحت فرمان دارد. اینها جملگی غیر اوست و نیز به واسطه این غیر است که انسان خود را در ورای همه این چیزها موجودی دست نایافتنی و غیر قابل معنا و توصیف می‌یابد، ولی با تمام وجودش خود را احساس می‌کند که در ورای همه این چیزهاست و همه این چیزها موجب می‌شود که انسان باور و احساس کند که این چیزها نیست و به کلی دیگر است. و تا این احساس و باور کامل نشود، اراده از میان برخاستن که نخستین جرقه از اراده خاص الخاص انسانی می باشد پدید نمی آید. به لحاظ معارف دینی می توان گفت همه اینها مربوط به خدا و از جانب اوست و تجلی اراده و صفات و افعال اوست و از انسان نیست، ولی بر انسان فرود می آید و از انسان بروز می کند و انسان احساس می کند که به واسطه خدا از همه سو محاصره و مصادره گردیده است، از درون و برون. و بدین طریق است که انسان موجودی به کلی وصف ناشدنی و فوق هر معنا و ارزش و صفت و سیمایی است و تمام تعاریف مربوط به انسان یک جعل است و بلکه مربوط به خداست. هر معنا و توصیفی مربوط به خداست و نه انسان، ولی در اعتقاد و معرفت دینی آمده است که خدا برتر از هر توصیفی است و در اینجاست که خدا عین انسان است، فراسوی خیر و شر،
مطلقی دست نایافتنی و برتر از هر ارزشی و بر این واقعیت بنیادی است که هر سیاست و مصلحتی محکوم به بطالت است، حتی مصالح اخلاقی و سیاست‌های شرعی و تدابیر علمی و فلسفی و ترفندهای عرفانی. ولی انسان ناقص فقط به واسطه این تدابیر و سیاست‌ها و تزویرهاست که می‌تواند از پس روزمرگی خود براید و خود در میان نشسته را حمل نماید و اصلاً تا به نفس کشیدن داشته باشد و ارتباطش را با خود حفظ کند، هرچند ارتباطی تاریک و کور و متشنج و سراسر هولناک و زجرآور باشد. و نیز ارتباطش را با اطرافیانش، مخصوصا نزدیکترین کسانش. ولذا اشد سیاست ها و ریاها هم در نزدیکترین ارتباط ها اعمال می شود و بدین گونه است که خودفریبی به عنوان راز بقای انسانی انسان اجتناب ناپذیر می نماید. انسان می داند که غرق در دروغ و ریاست و بیش از هر کسی با خودش شبان روز مشغول بازی و ریا کردن می باشد. ولی در این حال این روش را به عنوان تنها راه ادامه حیات می یابد و صدق را مترادف با نابودی خود درک می کند، هرچند که این ادراکی کاملا دروغین است. ولی به دروغ بودن دروغ فقط در عرصه از میان برخاستن است که ایمان می آورد. ولی تا قبل از این مرحله همه ارزش ها را معکوس می بیند. خیر را شر می بیند و راست را دروغ می فهمد. لذا عرصه از میان برخاستن همان عرصه تصدیق و ایمان به حقانیت اخلاق نیک و بد می باشد و تجربه صادقانه این اخلاق. تا قبل از این مرحله هم اخلاق نیک و بد محور همه امیال و اعمال بشر است، ولی در حالتی کاملا معکوس، یعنی خیر بر جای شر نشسته است و شر هم بر جای خیر دعوی می کند و این همان عرصه سیاست و مدیریت و مصلحت و تدبیر و آرمانگرایی است، عرصه حاکمیت ارزش های معکوس، ضد ارزش، ضد اخلاق، دروغ. و هر عرصه تجربه ناکامی ها و باور کردن این واقعیت که من نیستم. و از اینجاست که اعتقاد به انواع جبرها نطفه می بندد، جبرهای زمینی و آسمانی، اعتقاد به سرنوشت و گرایش به خرافات چه دینی و چه علمی. و در پایان این مرحله است که نیهیلیزم رخ می نماید، اعتقاد به این امر که من هیچ هستم. و در غایت این احساس و تجربه است که اراده از میان برخاستن به مثابه تلاشی تمام عیار برای نجات از نیستی پدید می آید، آغاز خلقت انسانی بشر. در اینجا می توان از انسان دروغین و انسان راستین سخن گفت، انسان مفروض و انسان موجود، انسانی که انسانیت را در اعماق ذاتش احساس می کند ولی نمی یابد، بلذا مجبور به تظاهر می شود، تظاهر به انسان بودن، سیاست انسان نمایی، انسان سیاسی. و انسانی که بی هیچ تلاشی انسان است و انسانیتش ظاهر شده است، انسان از میان برخاسته، انسان راستین. و انسان راستین هرگز انسانهای دروغین را لعن نمی کند، زیرا می داند و می بیند که آنها برای انسانیت خیش است که به فریب کاری افتادند و دروغ را زحمتی عظیم به خاطر انسانیت غایب می داند و تلاشی برای ظاهر ساختن آن. و می داند که انسان بودن از خدا بودن هم شاق تر است و بلکه راحت ترین کار همانا خدا بودن است. و انسان نیز خدایی ناراحت است از فرط غیبت خیش. و آنقدر که در دروغ و تزویرهای انسان میتوان قداست و عظمت ذات انسان را درک کرد، در صدق او نمیتوان.
انسان دروغین موجودی مفروض است که در پشت درب هستی انسانی خیش قرار دارد و با چنگ و دندان می خواهد این درب را بگشاید تا هستی یابد، و چون نمی تواند تظاهر به هستی می کند در حالی که هنوز نیست. و دروغ یعنی همین واقعه. انسان دروغین میمونی است که داغ انسانیت خورده ولی هنوز انسان نیست، شبیه انسان است. آپولو و کامپیوتر می سازد ولی انسان نیست. می تواند هر چیز دیگری به غیر از انسان باشد. حتی می تواند فرشته باشد ولی انسان نه. می تواند مالک جهان باشد ولی مالک خودش نه. می تواند هر چیزی را دوست بدارد ولی خودش را نه. انسان راستین کسی است که بتواند خودش را از اعماق ذاتش دوست بدارد و بلکه عاشق بر خود باشد، و این همان مقام شکر است. رضوان، از خود راضی بودن. و کسی میتواند از خود راضی باشد که خود باشد و نه غیر، یعنی بی واسطه و نیاز به غیر بتواند باشد. انسان نه جسمانی است و نه روحانی. انسان برتر از آن است که بودن راضیش نماید و لذا برتر از وجود است. مکتب اصالت وجود از نوع شرقی و غربی و اسلامیش هر سه اهانتی به انسان است، تحقیر انسان است. هرچند که انسان تا غایت این حقارت را احساس و درک نکند از میانش بر نمی خیزد. تن و روح دو روی سکه وجود است، ظاهر و باطن وجود است، و انسان برتر از وجود است، بلذا فوق توصیف است. وجود توفیلی انسان است، سایه انسان است. وجود انسانی وجودی برتر از عالم موجود است و خداوند وجودی برتر از خودش آفریده است، زیرا عالم وجود همان عالم ظهور خداست و این ظهور عرصه است که انسان را پدید می آورد. انسان غایت این ظهور است و سپس از کل این وجود فرا می رود و بر جای خدا می نشیند. این همان معنا و حقیقتی است که ابلیس را به عنوان مقربترین فرشته خدا نسبت به خلقت انسان کافر و منکر نمود، زیرا تا به تحمل خدای برتری را نداشت. مخلوقی که بر جای خالق می نشیند. و این جعل و خلافت منشأ آن چیزی است که دروغ و ریا و مکر و سیاست و تزویر و خیانت و جنایت نامیده می شود. زیرا این واقعه در ذات هر بشری هر آن در حال وقوع می باشد. کسی که خدا هست و نیست. احساس خدایی دارد ولی قدرت خدایی ندارد. بلکه قدرت پشه ای هم ندارد و ضعیفترین موجودات است و از فرط ضعف خود دست به تبهکاری و تخریب و نابودی جهان می زند. خدایی که خداییت خود را فراموش کرده است، یا مخلوقی که مخلوقیت خود را از یاد برده است. کسی که صاحب عالم هستی است و گدایی می کند، یعنی ریا می کند. پس ریا محصولی قدرتمند از ذات خدایی انسان است، انسانیت خدا. در اینجا ریا همچون تقیه‌ای بس مزمن و ذاتی است که از ازلیت زمان پدید آمده است و خدا را در وجود انسان متقی نموده است، و انسان آن است که پرده تقوای خدا را بدرد تا خدا عیان گردد، و این همان برخواستن است. انسان همان پرده است که باید به کنار رود تا حقش آشکار شود. سیاستمداران و کذابان جملگی حامی تقوای خدا هستند و میلی به ظهورش ندارند و ضد ظهورند، یعنی ضد انسان. و در این ضدیت است که انسانی به قدرت برخاستگی میرسد. 11. صنعت. توجه خارق العاده نیچه به ارزش‌ها و واقعیت‌های روزمره و پیش پا افتاده دقیقاً به مثابه توجه او به ذات است. ذاتی که عینیت یافته و لذا از چشم بشر ساقط گردیده است، مگر اینکه یک بار دیگر بشر کودک شود،
منتها کودکی که تحت تعلیم و تربیت اجباری نباشد و بتواند حیوانیت انسانی خود را مستقیماً و با دست خود لمس کند. زیرا آن غفلت و کوری عظیم نسبت به متافیزیک آشکار شده در فیزیک حاصل عدم درک انسان از حیوانیت خیش است. انسان حیوانی درک شده است. مکتب روسو فقط اشاره‌ای گذرا و سطحی به این امر دارد، اشاره‌ای که حاصل انکار است و نه تصدیق. هر آنچه که محصول نبرد باشد به نبردی دیگر میرسد که تکرار همان نبرد است و لذا نهایتاً به تصدیق آن چیزی می انجامد که نفی شده بود و این نوع تصدیق اثر اجبار است و لذا ماهیتاً جدلی می باشد و دیر یا زود به انکار شدیدتری می رسد. انسان ذاتاً مشکلی به نام مسئله انتخاب بین خوب و بد ندارد، زیرا هر کسی به همان سوی می رود که به نظرش خوب است و این سو برخلاف سوی است که بد پنداشته می شود. و هیچ کس هم نمی تواند نظر دیگران را در ماهیت خوب یا بد بودن چیز و یا روشی تغییر دهد و جایش را عوض نماید. حد اکثر می تواند خوبتر بودن آن خوبی که انتخاب شده و یا در حال انتخاب شدن است را نشان دهد و فردی را در این انتخاب شدیدتر نماید. و این واضح است که هیچ کس برای خودش بد را انتخاب نمی کند و آنچه را که هر فردی انتخاب می کند واقعا هم برای خود او خوب است. و اگر من به عنوان یک ناظر انتخاب وی را بد تلقی می کنم، بدان دلیل است که وی را نمی شناسم و اگر جای او می بودم دقیقا همان انتخاب را می نمودم. پس بد فقط عنوانی است از جانب غیر پدید می آید و بد بودنش همان غیر بودنش می باشد. عدم معرفت کامل نسبت به دیگران. پس بد واقعاً بد است، زیرا واقعیت ندارد و ماهیتش نیز از جهل است. جهل نسبت به غیر و بیهودگی نصیحت کردن و تبلیغ از همین رو می باشد که در انتخاب فرد کمترین اثری ندارد و وی نهایتاً انتخاب اولیه خود را خواهد نمود، منتها با پوششی جدیدتر. و این انتخابی ریاکارانه و زجرآور است که فقط در جنبه ریاییش متوجه فرد ناصح می شود. کسی که نصیحت می کند دیگران را نسبت به خودش ریاکار می سازد و بلکه نهایتاً دشمن می نماید، زیرا ریا کردن برای آدم ریاکار زجر می آورد و همین زجر است که منشأ عداوت می گردد. ولی به هر حال نصیحت و موعظه و تبلیغ در هر سطحی که باشد و در هر مورد که باشد موجب پدید آمدن چیزی در بشر بوده است که میتوان آن را صنعت اخلاق نامید و یا اخلاق تصنعی که بنیاد انسانی همان چیزی است که در معنای رایجش صنعت و تکنولوژی نامیده می شود. با نظری به شخصیت‌های افراد بشری و گرایش‌های شغلی آنها می‌توان رابطه مستقیم بین صنعت اخلاق و اخلاق صنعتی را درک نمود و به وضوح دید که چگونه تصنعی مولد صنعت است و جوهری صنعت بر تظاهر به چیزی است که وجود ندارد. یعنی صنعت مظهر انسانی است که هنوز از عرصه ذات به صفات و فعل در نیامده است. یعنی صنعت خلأ بین ذات و ظهور را پر می کند، نفاق بین تن و روح را، نفاقی که همان انسان است و از این رو صنعت دقیقاً بر جای انسان نشسته است و بر انسان حکم می راند. به میزانی که انسان از میان بر نمی خیزد و آشکار نمی شود، صنعت امکان بروز می یابد. صنعت نماد ناتوانی انسان در از میان برخاستن و ظهور است. صنعت همانا ظهور این ناتوانی است و بیهوده هم نیست که انسان را در روابط اجتماعی به غایت انحطاط می کشاند. در عرصه ظهور قدرت صنعت همان قدرت اخلاق ریایی است
پس ریا و صنعت نه تنها همواره همسو بوده و دوشادوش یکدیگر حرکت و رشد داشته اند، بلکه علت و معلول یکدیگرند و زیربنای روانی صنعتگرایی انسان همانا ریا است. اخلاق ریایی که محصول نصیحت و تبلیغ و تعلیم و تربیت اجباری می باشد، ولذا صنعت نیز ذاتاً بر جبر واقع شده و جبار است و چون بر جای انسان ریاکار نشسته است، طبعاً انسان ریاکار را به تبعیت از خود می کشاند. صنعت همانا عرصه ظهور اراده به ظهور اجباری می باشد و مظهر اراده انسان ریاکار است، اراده ای که از او جدا شده و بر او حکم می راند. و اگر درک کنیم که انسان ریاکار در واقع همان انسانی است که در ظهورش بسیار عجله دارد، بنابراین صنعت مظهر عجله بشری می باشد و بیهوده هم نیست که جوهری صنعت بر شتابی فزاینده است. سرعت. و برای همین است که در معرفت دینی امر اول در همه اعمال بشری و در همه وضعیت‌ها همانا صبر است و عجله از صفات شیطان محسوب می‌گردد. به نظر می‌رسد که صنعت و شیطان رابطه‌ای مستقیم دارند، همانطور که نخستین نشانه شیطنت در انسان دروغ و شتاب است. به هر حال انبیای الهی به عنوان ناصحان بشری با اینکه بشریت را به صدق و صبر دعوت کرده اند، گویی نتیجه حاصل از آن در اکثریت قریب به اتفاق بشریت چیزی جز ریا و شتاب نبوده است و همین امر اگر باعث و بانی صنعتگرایی بشر نباشد، لااقل از علل بنیادی و تسریع کننده قدرتمند رشد صنعتی بوده است. ولی با تأمل بیشتر در میابیم که ریا به عنوان نخستین محصول و واکنش مذهب در بشریت زمینه اصلی گرایش بشر به صنعت بوده است. دعوت به صدق و صبر همانا دعوت به بی‌طرف ماندن انسان در میان تن و روح است و تسلیم ظهور روح در تن شدن. ولی این دعوت به مانند همه نصایح دیگر محصولی متضاد داشته است و گویی امر به راستگویی و صبر و ایثار و قناعت در نفس بشری پدید آورنده نطفه دروغگویی و شتاب و خودخواهی و حرص بوده است و بشر تا به غایت و کمال رشد این نطفه معکوس نرسد، حق دعوت دین را در نمی‌یابد. به بیان دیگر، تا قبل از دعوت انبیای الهی انسان همچون موجودی در عرصه فطرت و نسیان و خواب محض بوده و با این دعوت بیدار و فعال گردیده است و در میانه بین تن و روح برای خودش رسالتی قائل شده که موج اولش تماماً شر است و تلاش و جدال و شتاب و کندوکاو و تدبیر برای به سامان رسانیدن رابطه بین تن و روح، رابطه ای که همان موجودیت انسانی انسان است و در موج دوم که همان موج از میان برخاستن است، به تجربه در میابد که این رابطه یعنی موجودیت انسانی خیش جز به تسلیم و رضا سامانی نمیپذیرد و اصلاح نمیگردد و از اینجاست که مبدأ شرارت خود را کشف می کند، یعنی امر دین را، و تسلیمش می گردد. هر تسلیم دیگری قبل از تجربه کامل شر یک تسلیم کمابیش ریایی است که یا ناخودآگاه است یعنی شرک و یا آگاهانه است یعنی نفاق. در اینجا میتوان دعوت نیچه را برای اجابت نمودن کامل شرارت خیش به مثابه دعوت به دین خالص درک نمود، یعنی دعوت به کفر کامل و بیریا که همسایه ایمان میباشد. بدین ترتیب میتوان صنعت را عرصه ظهور کامل کفر و ریا و شر دانست و در غایت و کمال صنعت است که انسان به دیوار تن میرسد و مجبور به برخاستن است. فقط در اخلاق صنعتی است که انسان میتواند
آیت صنعت اخلاق را در خیش تجربه نماید و این صنعت را که ریشه در تاریخ و نفس بشر دارد به مثابه ظهور اراده ضد اراده درک نماید و پوچی نشسته است که به بیرون پرتاب شده است. بدین لحاظ صنعت همانا عصبه تنبلی در میان نشستگی می باشد. صنعت پرستی همان تنبلی پرستی است، ولی در این حال در تجربه اشد تنبلی است که بشر مجبور به ترک آن می شود، زیرا آن را اشد عذاب می یابد. به مانند خوابیدن بر روی آتش است، استراحت آتشین، و آتش تنها خوراک صنعت است و محصولاتش نیز آتشین است، آتشی که نامرئی است همچون خود انسان، و این آتش نامرئی سوزاننده انسان نامرئی است تا انسان را از میان برخیزاند. و البته در این سوختن لذایذ مالی خولیایی فراوانی وجود دارد، وگرنه هیچ کس این همه مدت در دوزخ نمی ماند و جای خوش نمی کرد. و این آتش از یک سو تن را می سوزاند و از سوی دیگر روح را می گدازد و انسان مجبور است که مرتباً خود را در این میانه جمع و جورتر و باریکتر نماید تا آتش دامنگیر وی نشود. و این عرصه به قدری برایش تنگ می شود که گاه مجبور به بیرون جهیدن می شود، ولی غالبا در این میانه از همه سو دچار حریقی تدریجی گشته و می سوزد و به این سوختن عادت می کند و به قولی تا آنجا که کلوفتی پوستش به 7 متر می رسد، یعنی از فرط سوزش مرتبا مجبور می شود که بر خودش بتند و به تدریج دچار مرگی خاص شود همچون یک فسیل. صنعت اخلاقی به جایی می رسد که انسان به هنگام معرفی خود به معرفی اشیای صنعتی تحت مدیریت یا مالکیت خود می پردازد و با صدای بلندی که هر گوش شنوایی می تواند بشنود می گوید: من آن اتومبیل هستم، من آن خانه هستم، من آن کامپیوتر هستم، من این چیزی هستم که مشغول مصرفش می باشم، لباس، خوراک، اساسیه منزل. و این آدرس درک اسفل سافلین انسان است که حتی دیگر قابل اشتعال هم نیست، چون این انسانی دیگر وجود ندارد، زیرا حتی از جمادیت هم فروتر شده است و در عالم مادون جمادی سقوط نموده است، در بتون و فولاد و قیر و پلاستیک. و این تازه طبقه اول اسفل سافلین است. ریا به معنای نمایش و به رؤیت درآوردن عرصه‌ای کامل‌تر از صنعت ندارد. به نمایش درآوردن انسانی که هنوز از راه نرسیده است، از راه ذات یعنی متافیزیک تا جمال یعنی فیزیک. لذا صنعت هم همچون اخلاق تصنعی غیرتی جز سرعت و شتاب ندارد. صنعت محصول اخلاق پرستی عجولانه است. کسی که هنوز خوب نیست ولی فوراً می‌خواهد خوب باشد. کسی که هنوز حاضر نیست ولی فوراً می‌خواهد در عرصه ظهور حاضر شود و لذا مجبور است گریم کند. صنعت تئاتر مقدمه ورود به عصر تکنولوژی است. راه از مذهب به هنر و از هنر به صنعت را بایستی دقیقاً زیر نظر قرار داد و درک نمود. البته در فاصله بین مذهب و هنر دلال بزرگی به نام فلسفه قرار دارد، همانطور که بین هنر و صنعت هم دلال بزرگتر دیگری به نام ایدئولوژی واقع شده است. مذهب در نفس عامه بشر آغازگر شر است که به خیر منتهی می شود، ولی فقط در پایان کامل عرصه صنعت، یعنی آنگاه که ریا به طور کامل از میان می رود و کره زمین به عنوان مهلکترین زبالدان عالم هستی دیگر مجالی برای ماندن در میان باقی نمی گذارد. این زبالدان همان خلأ بین تن و روح است. این زبالدان همان انسان در میان نشسته است که خود را خورده و دفع نموده است. انسان در میان نشسته به قحطی مبتلا می شود و لذا مجبور به خودخوری است و مدفوعش صنعت نامیده می شود.
انسان از همان موقعی که مرتکب نخستین دروغ شد، مجبور به آرایش خود و محیط خود گردید و لذا محتاج صنعت شد، زیرا بهشت را یعنی طبیعت را با این دروغ از دست داد و از آن بیرون رانده شد و اصلا خودش راضی شد که از آن بیرون آید، زیرا دیگر در آنجا لذتی نداشت و بلکه رسوا شده بود و از فرط رسوایی فرار کرد. و این فرار منشأ صنعتگرایی است. همانطور که آدم و حوا با ارتکاب نخستین گناه که همان نخستین دروغ بود مجبور به پوشانیدن خود شدند و نخستین صنعت همان لباس بود. خروج از طبیعت و بهشت همان خروج از حیوانیت و سرآغاز بشریت است. خیزش جسمانی، کمر راست کردن و از چهار پایی در آمدن و دو پا گردیدن و فقط در غایت تجربه صنعتی است که یک بار دیگر جدن و با تمام وجود و نه از روی هوس و بلکه به عنوان تنها راه نجات هستی انسانی خود طبیعت را کشف می کند و به آن مشتاق می گردد. بهشت را. ولی اینک اندکی دیر شده است، زیرا طبیعت را صنعت خورده و مبدل به دوزخ نموده و لذا چاره ای جز از میان برخاستن ندارد و اینک باید طبیعت خاص انسانی را کشف نماید و این طبیعت خاص در عالم وجود موجود نیست. چاره ای جز رها نمودن وجود نیست. راهی جز وادی فنا باقی نمانده است. اینجا دیگر آخر عالم است و از همان راهی که آمده باید رجعت نماید. رجعتی جاودانه. الیه راجعون. راضی شدن به نبودن. همچون خدا. و در این رضایتگاه یا رضوان است که انسان ظهور می کند در خیش و نه در غیر. از خیش و نه از غیر. انسانی که رسیده است و تمام راه از ذات تا جمال را طی نموده است با پای صبر، با پای هیچ جایی نرفتن و در هیچ جایی نماندن، با پای بیپایی و در جای بیجایی و به گاه بیگاهی. عشق به نبودن همان قدرت از میان برخاستن است، هرچند که این عشق مقدمه ای دارد که عشق به بودن است، هرچند که این عشق مقدماتی تماماً به فسق می انجامد و بودنی حسرت بار پدید می آورد و این حسرت در کمالش مبدل به عشق به نبودن می شود، عشق فنا و برخاستن از میان تن و روح جهان هستی، تن و روح جهانی انسان. و صنعت عرصه ظهور غایت عشق به بودن است و در این غایت است که انسان با نابودی خود روبرو می شود و جمال نابودن خود را می بیند در وجود صنعت. صنعت محصول اخراج انسان از طبیعت است. پس درک بنیادین صنعت وابسته به درک بنیادین طبیعت است. انسان در طبیعت همانا انسان در طبیعت خیشتن است. طبیعت همان طبع کامله که انسان است در گستردگی آفاق، انشراح انسان. طبیعت همان موجودیت است و خروج انسان از طبیعت همان خروج انسان از موجودیت و عالم وجود است. پس صنعت همانا تجسد انسان پرتاب شده از بطن طبیعت است. انسان برخاسته از طبیعت، ولی برخاستن اجباری، طرد شدگی، هبوط از بهشت. پس صنعت جمال طرد شدگی انسان از طبیعت است، از موجودیت. و به همین دلیل صنعت همان جهان برهوت و برزخ است، جایی بین بودن و نبودن. و لذا این انسان مطرود از جهانی که تردش کرده انتقام می ستاند. عداوت بر علیه طبیعت. از اینجا ضدیت صنعت با طبیعت درک می شود و نبرد بین علم طبیعت و علم بشری که از طبیعت بیرون افتاده است.
علم بشر در همه امور محصول این بیرون افتادگی است و لذا ماهیتاً ضد طبیعت است و ضد طبیعت ترین علوم همانا چیزی است که علوم طبیعی نامیده می شود که بستر صنعت می باشد. و انبیاء الهی نخستین انسانهایی هستند که بشریت را از این واقعه با خبر نمودند، واقعه بیرون افتادگی، و باز بشر را دعوت به رجعت نمودند، رجعت به بهشت که همان طبیعت است. و البته این رجعتی فیزیکی نیست، همچون رجعت روسویی و هیپیگری و مشابهات شرقیش، هرچند که این رجعت‌های تصنعی و فیزیکی هم امتحان شده و ناممکن بودنش در عمل به اثبات رسیده است. انسان سنتی فقط به قصد نابودی طبیعت به طبیعت رجوع می کند و در این نابودی با نابودی خودش روبرو می شود و باز می گردد. و با همه این حال طبیعت مادر صنعت است و بستر آن، و لذا هرگز با فرزندی که ترد نموده ادابت جدی نمی کند مگر آنگاه که اراده نماید تا بار دیگر فرزندش را بپذیرد. به بیان دیگر، صنعت همان آتش طبیعت است که به برون افکنده می شود، دوزخ. ولذا با خروج انسان از طبیعت است که طبیعت به دو طبع دوزخی و بهشتی شقه می شود. دوزخش در صورت صنعت دفع می شود و آنچه که در نفس طبیعت باقی می ماند بهشت ناب است، منتها بهشتی که زیر آتش دوزخ پنهان است، زیر زباله های صنعتی، و این انشعاب آب و آتش است. و خدا عرش خود را براب قرار داد و ابلیس هم عرش خود را در صنعت یا آتش مستقر نمود. و نیاز روزافزون انسان صنعتی به آب مفهوم تر است، خاصه در استحمام هر روزش تا آتش را فرو نشاند و یا لااقل خنک تر سازد. و اینک انسان بین طبیعت و صنعت نشسته است، بین روح و تن، روح و تن جهانی خیش، و باید از این میان برخیزد و چاره ای جز این ندارد. از یک طرف در آب است و از طرف دیگرش در آتش، و این همان شق نمودن خیر و شر است. هرچه که صنعتی تر می شود نیاز خود به طبیعت را شدیدتر احساس می کند و رو به طبیعت می آورد و به همان شدت هم طبیعت وی را از خود می راند و صنعتی ترش می سازد. هر بار که با تجهیزات کامل تر صنعتی به سراغ طبیعت می رود شدیدتر رانده می شود و بور می گردد. و در این مقابله دو سو با طبیعت و صنعت بیش از هر جای دیگری معلوم و محسوس است که انسان نه تن است نه روح، نه صنعت است و نه طبیعت، و هرچه که این تقابل و نبرد دو جانبه انسان با طبیعت و صنعت شدیدتر می شود واضح‌تر می گردد که این حیوان دو پا دیگر حیوان نیست و ماشین هم نیست، نه طبیعی است و نه حتی موجودی متافیزیکی، یعنی یکی از اهالی متافیزیک هم نیست، بلکه خود متافیزیک محض است تا آنجا که پدیده هایی مثل نیروهای الکترومغناطیس و اجنه و ملائک و شیاطین موجوداتی فیزیکی تر از انسان محسوب می شوند. انسان متافیزیک ظاهر شده است و تا از این میان برنخیزد ظهورش به مقام حضور نمی رسد و در جریان زمان یا تاریخ مکتوم است و یک جا نقد نمی گردد. بیرون افتادن انسان از طبیعت همان خروج متافیزیک از بطن فیزیک است، از میان تهی شدن جهان وجود، و این خروج در بستر زمان به تدریج و همگام با رشد صنعت رخ داده است. و به زبانی میتوان گفت که قابله زایش انسان از بطن طبیعت همان صنعت بوده است. صنعت را بایستی از لحظه‌ای که انسان سنگ تیزی را برداشت و بر سر یک انسان یا حیوان دیگری کوفت درک نمود، و یا حتی بسیار مقدماتی تر و پیشتر از این. پس صنعت به لحاظ دیگر فیزیک زائیده شده از متافیزیکی است که انسان نام دارد.
جادوی متافیزیکی تکنولوژی را از این دیدگاه بهتر میتوان درک نمود. و با اینکه انسان خالق صنعت است، ولی بر سرنوشت صنعت کمتر احاطه ای ندارد، زیرا ماهیت بنیادین آن را نمی شناسد و بلکه صنعت است که سرنوشت خالق خود را در دست دارد. و درک این واقعه به مثابه درک ذات صنعت است و نهایتا درک ذات طبیعت و دست آخر هم درک ذات انسان به عنوان متافیزیک جدا شده از جهان. انسان خدایی است که باید خود را بشناسد اگر بتوانیم خداییت انسان و جهل وی را نسبت به خودش نه تنها دو امر متضاد و بلکه امری واحد درک کنیم، توانسته ایم کمر دیالکتیک را بشکنیم. کمر چیزی را که کمر انسان را شکسته است و دست فیزیکیش را از متافیزیکش کوتاه نموده است و او را نسبت به خودش بی خود ساخته است. صنعت و جمعیت رابطه ای اجتناب ناپذیر دارد و گویی تجمع می خواهد بیگانگی انسان در عرصه صنعت را جبران کند و به لحاظی صنعت از فرد و فردیت بیزار است و اصلا محصول خروج انسان از فردیت است و گویی جامعه همان ظرفی است که فرد می تواند در اندرون آن احساس متافیزیکیش را دریابد و صنعت را قابل هضم نماید. کامپیوتر و ارتباطات به عنوان دو گل سرسبد تکنولوژی بیانگر انحلال فرد در جمع است. انسان فقط به طور جمعی می تواند در آتش وارد شود و آتش را تحمل و هضم نماید و دستگاه هاضمه این آتش در خشم و جنگ و نفرت معنا می‌یابد، یعنی آنجایی که غیر وجود دارد و مجبور است که خیش محسوب شود. جامعه طبیعت و صنعت که از انسان حذف شود، مشتی گوشت و رگ و پی و استخوان باقی می‌ماند که دیگر قابل تحمل برای دیگران نیست و لذا با احترام کامل بایستی سر به نیست گردد. شطور دیدی؟ نه، ولی در احترامی که خواه ناخواه برای یک جسد انسان در میان اطرافیان به طرز عجیبی رخ می نماید، می توان متافیزیک یک جسد را درک نمود. و با احترام تا سرحد قداست که معمولا در زندگان نسبت به مردگان و خاصه در قبرستان احساس می شود، حتی هر بیگانه ای در گذر از قبرستان چنین قداستی را به طرز حیرت آوری در وجود خود به شدت احساس می کند. قداستی که از قبرها برمی خیزد که توأم با حراسی کاملا غیر منطقی و فوق طبیعی است. ترس از جسد انسان دقیقا ترس از جنس قداستی شدید است، در حالی که هرگز نسبت به جسد حیوانات ترسی تولید نمی شود. ترس نامعقول از جسد مرده انسان اساساً از نوع هیبت و قداست و عظمت و الوهیت است و این به معنای ظهور انسان و خیزش وی از میان طبیعت و صنعت است. بمیرید قبل از این که بمیرید نیز در اینجا مفهوم تر می آید. این خیزش در این حال خیزش از میان جمع است. تفرید انسان جسد نیست، بلکه به هنگام مرگ و پس از مرگش در برخاستن از میان تن و روح حضور می‌یابد که اطرافیانش را دچار وضعیتی می‌سازد که توصیفش به واژه ترس در نمی‌آید. و عظمت خارق العاده جسد مرده به واسطه وحدتی است که بین تن و روح حاصل آمده است. برعکس تصور عامه، جسد مرده نه تنها بی روح نیست و روح از آن بیرون نرفته است، بلکه تازه با روح به اتحاد رسیده است و روحانی گردیده است و به همین دلیل در نظر انسانهای در میان نشسته هولناک می آید و بسیاری با دیدن صورت یک جسد مرده دچار تحولات و یا بحرانهای شدید و طولانی مدت روانی می شوند و نیز بسیاری هم هستند که دچار هیچ احساسی نمی شوند که در غفلتی عظیم نسبت به انسانیت خود به سر می برند.
انسان در عرصه اقامت ذاتی خود در طبیعت غرق در خیش بود و لذا خیشی نمی دید، زیرا به شدت تمام و کمال خودش بود و فرد محض بود و در اشد این فردیت با طبیعت جمع بود، ولی پس از خروج از طبیعت فردیتش را یافت و تنها شد و لذا نیازمند جمع گردید و خانواده بشری پدید آمد به همراه صنعت پوشش عورت. انسان با خروج از طبیعت به تدریج شروع به پوشانیدن خود کرد و ریا آغاز شد، صنعت و نیز جمعیت و تجمع و نیز یک بار دیگر و برای آخرین بار بر روی خاک مواجه با جمعیت می شود به هنگام بدرقه شدن از عالم جمع و صنعت به عالم فرد و طبیعت، به هنگام به خاک سپرده شدن، آنگاه که فیزیک به متافیزیک رجعت می کند و یا به زبان دقیق تر متافیزیک به اندرون فیزیک ازلی خود می خیزد و لذا قدرش آشکار می شود و در ورای خیر و شر درک و تصدیق می گردد، در ورای طبیعت و صنعت، در ورای تن و روح. انسان به میزانی که بر جهل خود آگاه و بینا می گردد بر متافیزیک خود است که واقف می آید و در حال از میان برخاستن است و به بیان مذهبی بدان معناست که مواجه با خداییت خود می شود، مواجه با جادوی هزار توی انسانیت خود، رو در روی خورشید متافیزیک خود می شود و لذا کور می گردد و متافیزیک خود را همچون ظلمتی لامتناهی می یابد، همچون الماسی سیاه. در این مواجهه است که مقوله معرفت مطلقاً از جنس منطق نیست بلکه از جنس خاموشی است، آن خاموشی که از جنس فراموشی است، آن فراموشی که از جنس حضور است و ظهور. در اینجا میتوان منطق را از جنس ندیدن دانست و غیبت و تهمت، و بیهوده نیست که ارائه تعریف و توصیفی منطقی درباره انسان بیهوده است. تلاش هرچند بیشتر در توصیف منطقی انسان به فروپاشی هرچه بیشتر منطق می انجامد، یعنی به فروپاشی ساختاری از فیزیک که انسان نامیده می شود و نیز به فروپاشی انسان فیزیک پرست و منطقدان می انجامد. انسان در میان نشسته، زیرا منطق همانا دلالی و رشوه‌خواری انسان در رابطه تن و روح می باشد و منطق ذاتاً نمی خواهد تن و روح به هم برسند، زیرا با این یگانگی منطق از بین می رود. ولی با این حال منطق علی رغم میلش نهایتاً به همان جایی می رسد که نمی خواهد برسد و این دیالکتیک منطق است، و دیالکتیک همان جدالی است که انسان در میان نشسته بین تن و روح پدید آورده است تا در میان نشستگی خود را تقدیس نماید و استمرار ابدی بخشد. و می دانیم که صنعت بر بنیاد منطق استوار است، علوم منطقی، و سیاست و مدیریت همان چیزی است که حیات صنعتی بشر را بر اساس آنچه که منطق در بستر علوم معلوم می سازد سامان می بخشد. و این همان جریان بروز در میان نشستگی اندرونی انسان بین تن و روح در عرصه روابط بیرونی می باشد و رابطه طبیعت و صنعت را معین می کند و جامعه را در فاصله بین این دو محدود و محصور و مجبور می کند. و این است معنای ساماندهی که بر عهده سیاست و مدیریت می باشد و حکومت را پدید می آورد. حکومت مسئول این امر است که مردم را در خلأ بین طبیعت و صنعت مقیم سازد، یعنی در خلأ بین تن و روح. لذا خود حکومت همواره بایستی بر وسعت و اعماق این خلأ بیفزاید و یا آن را کشف نماید و خلأهای جدیدی به برون افکند تا مردم را در این خلأها محصور دارد و تحت نظر بگیرد. ولی گاه خود حکومت در یکی از همین خلأهای اکتشافی خودش
می افتد و ساقط می گردد و انقلابی رخ می دهد و جامعه‌ای برای مدتی از میان بر می خیزد و ظهور می کند و با این ظهور آن ماشین خلأسازی متلاشی می گردد، ماشین نفاق افکنی. و بدین لحاظ می توان گفت که همه انقلابات اجتماعی صنعتی هستند، بر علیه صنعت و نهایتاً در خدمت صنعتی پیچیده تر قرار می گیرند، بر علیه طبیعت و نهایتاً در خدمت طبیعتی بغرنج قرار می گیرند. با توجه به این نکته که صنعت به لحاظی همان طبیعت بغرنج و ثقیل و صعب الهضم می باشد، صنعت به نوعی همان استفراغ طبیعت است، برون افکنی طبیعت، و سیاست و ساماندهی هم چیزی جز تدارک داروهای مسهل نیستند تا بتوانند که این غذای ثقیل را در انسان هضم نمایند. انسان در جریان برون افتادن از طبیعت دچار قحطی فزاینده شد و صنعت نیز همگام با این قحطی زدگی انسان دچار حرکت و سرعت گردید تا غذای بیشتر و بیشتری برای انسان فراهم سازد. و برای همین است که سیاست‌ها و صنایع وارداتی همواره مولد بحران‌ها و یبوست‌ها و یا اسهال‌های مهلک در جامعه بوده است، سیاستی که زودتر از صنعتش وارد شده و یا بالعکس. در اینجا بایستی سیاست بیل و کلنگ را از سیاست ماشین بخار و سیاست الکتریکی و کامپیوتری تشخیص داد، سیاست چماق و سیاست اتم، و نیز اخلاق چماقی و اخلاق اتمی، و نیز بر همین اساس انواع تعلیم و تربیت ها را درک نمود و انواع فرهنگ ها و سلیقه ها و احساسات را، و نیز معضل استعمار و جهان اول و دوم و سوم و چهارم را. اینها جملگی حالات و شرایط و موقعیت های گوناگون قحطی زدگی انسان در خروجش از طبیعت است و نیز روابط گوناگون گروه های قحطی زده در درجات گوناگون قحطی و برون افتادگی، درجات هبوط و سقوط انسان از بهشت طبیعت به اسفل سافلین صنعت، خروج متافیزیک از بطن فیزیک، عرصه انتقال انسان از متافیزیک به فیزیک، برزخ. و بدین ترتیب صنعت یعنی سیاست برزخ، روش زیست انسان در برزخ، و مسلماً انسان پس از عبور کامل از برزخ به کلی صنعت را رها می سازد. هر اره و آچار و ماشین به مثابه یک شیء برزخی است، لباس نیز جزء اشیاء برزخی است. صنعت پیامبر برزخ است و انسان را تا غایتش رهنمون می سازد تا تجربه کامل تهی شدن از وجود. و اما آنچه که امروزه انترناسیونالیزم و روند جهانی شدن نامیده می شود، همانا گسترش جهانی برزخ به واسطه صنعت است و جهانی شدن انسان و تجربه نابودی کامل فردیت تا رسیدن به فردیتی جهانی و جهان فردی. هرچند که به واسطه صنعت است، ولی جز با نابودی کامل صنعت این روند جهانی شدن به کمالش نمی رسد، زیرا انسان تا باور نکند که در کل جهان هستی جایی برای ماندن ندارد از میان بر نمی خیزد و صنعت در خدمت این باور جهانی است. هرچند که در مرحله نهایی آن انسانی که از میان بر می خیزد یک انسان صنعتی نیست، بلکه به قول هایدگر یک چوپان است که کل کالبد بشریت را از میان بر می خیزاند. یک انسان به کلی منزوی از تاریخ و صنعت و طبیعت و جامعه و سیاست. ولی تا کل کالبد بشری به غایت این باور و برزخ نرسد، آن چوپان از میان بر نمی خیزد و بشریت را نمی تواند از میان برخیزاند. ولی آنچه را که هایدگر به خطا رفتگی بشریت و کل زمین می نامد، علت انسان بودن انسان است و این خطای کبیر همان جعل و جانشینی انسان بر جای خداست، جعل فیزیک انسان در مقام متافیزیک. این همان خطا و یا ثوابی است
که موجب حبوط آدم از بهشت شد. تا زمانی که در جستجوی تقصیر و مقصر هستیم از میان بر نخواهیم خواست، زیرا حقی که در جفا نهفته است همان حقی است که در وفا نهفته است. آن که جفا نمی داند وفا هم نمی داند. تا هنگامی که فهم و باور و توصیف و تجربه ما از انسان عین خدا نشده باشد، قدرت نجات هم وجود ندارد و رستگاری و از میان برخاستگی ممکن نیست و هر ادعا و اندیشه و عملی به سوی بطالت می رود و برزخ را تقضیه می کند و تمدید می نماید و بر قحطی زدگی انسان می افزاید و صنعت را پربار می سازد و کالاها را پوکتر می نماید و انسان را بلنده تر. هرچه که مواد ثقیل تر می شود، کالاها پفکی تر می گردد و انسان چون بادکنکی ورم می کند تا همچون بالونی از زمین برخیزد و در هوا منفجر شود. به لحاظی دیگر، صنعت محصول تداخل بهشت و جهنم در همدیگر است. خاطره بهشت در ذهن دوزخ. از لحظه ای که آدم از بهشت اخراج شد، صنعت یعنی بهشت جهنمی. جهنم فرزند خروج انسان از بهشت است، همانطور که صنعت هم مولود خروج انسان از طبیعت است. ناتورالیسم و هیپیگری و گرایشات مدرن بشر به سوی طبیعت و گیاهخواری و گیاهان دارویی و سنت‌های منقرض شده طبی و امثالهم به مثابه آخرین تلاش مذبوحانه بشر در رجعت به طبیعت است. تلاشی که به سرعت به بطالت می گراید و مبدل به صنعتی نو می گردد. جهنمی نو، جهنمی که نقاب بهشت دارد. برهنگرایی هم نوعی دیگر از همین تلاش است. ولی در این بهشت هر چیزی فقط از دور بهشت است و چون به آن رسیدی سرابی بیش نیست. و تنها چیزی که در این راه باقی می ماند قحطی است، آن هم قحطی فزاینده که کلیه ابعاد و اعماق وجود را در می نبردد و در کمال این تجربه است که بودن و نبودن در نزد انسان یکسان می گردد و اینک برخاستن از میان بود و نبود.